درود و وقت شما بخیر دوستان عزیز، اسمت اخگر هستم. خوش آمدین به سیشن 11 کورس آموزشی ادوبی ایلستراتور CC 2020. دوستان در این قسمت میخواییم گریدینت بخوانیم. طوری که خودتان در جریان هستین، در چندین سیشن گذاشته ما در مواد رنگ ها گپ زدیم. رنگ ها یکی از بحث های بسیار اساسی گرافیک دیزاین است و به شکل تئوری براتون قبلا در صنف گرافیک دیزاین درس دادیم، اما به شکل عملی در فتوشاپ من نخواستم میره زیاد عمیق در موردش گپ بزنم، ولی آره در ایلستراتور این عمیق سرش گپ میزنیم. و اینم متوجه باشین که در سایر که در ایلستراتور در مورد رنگ میخوانین یا در سافت ویرهای دیگه، در تمام سافت ویرها استفاده میشه، یک استانداردهایی هستن که تمام سافت ویرها دارن. فرضاً اگر گرادینت میخوانیم یا اگر فردان در مورد سواچ ها گپ میدنیم یا نحوه ساختن رنگ مثل که در سیشن قبلی خواندیم، کالر گاید خواندیم، یا حتی در کارل درا، در فوتوشاپ، در پریمیر، افتر افکت، خلاصه تمام سافت ویرهایی که مربوط گرافیک دیزاین میشه، چی موشن گرافیک باشه، چی به شکل عادی باشه، حتی در وب یا کلش کار میکنن. به این خاطر ما دانه دانه اینا رو درس دادیم که خوبتر و بهتر شما بتونید هر کانسپتش یاد بگیرید. خب دوستان عزیز، میریم شروع میکنیم درس امروز. خب به خاطر که درس شروع کنیم، ما اول میریم یک شیپ کریت میکنم. در اینجا ببینید یک رکتنگل جور میکنم که در سر زمین بتونیم درس خود رو تشریح کنیم. دوستان عزیز ببینید، رکتنگل را که جور کردیم، ما این را الائن هم میکنم، الائن تو آرت بورد، سای یس، بله. رکتنگل را که جور کردیم، ما میخواییم که استروکش کاملا نسو کنم، استروک نداشته باشه، و برازی گریدینت های متفاوت ها بتیم، فیلن یک فلات کالر داره. گریدینت ها میتونیم با چندین طریق اپلای کنیم، که هر طریق شما تو میگم سه طریقه داره، شاید زیادتر هم داشته باشه. خب این خوب است که بفهمیم که چه رقم کلا میتونیم. یکی که فرضاً مستقیم میایم در سواچز میایم، سواچز از گفتم اگر که ندارین از قسمت ویندوز میتونین برین سواچز بگیرین. در سواچز کامند دیگه ما چند پریست داریم برای گریدینت. ببینین چند پریست است. پریست یعنی که از قبل آماده شده است اینا. فرضاً من سرش کلیک کنم، خود اینو سلکت کنم و باز سرش کلیک کنم، گرادینت ما اپلای شد. یک طریقش بود، کنترل زد میزنم که از خارج شویم. طریق دومش اینه که ما خودمون یک پنل داریم جدا خاص برای گرادینت. اینا اگر که ندارین گرادینت، میتونین برین در ویندوز، در مین منیو کرافتین، در ویندوز در قسمت پایین برین گرادینت ببینین، تک مارک شده چون ما رو گرفتیم. در اینجا ببینین اومده، فرضاً ما سلکت شده، من سر از این کلیک میکنم، گرادینت اپلای شد، یا سر از اینا هر کدومش کلیک کنم، فرضاً تغییراتش وارد میشه. خب این رو فعلا در موردش گفت نمیدانیم، باز براتون میگم. و این طریق دومی رو، طریق سیومش رو فقط من کنترل زد میزنم دوباره که بره. طریق سیومش بینین از روی از قسمت دست چپ ما داریم تولز پینل، در اینجا بینین ما یک تول داریم به نام گرادینت که شارتکتش هم جی هست. بینین در پیشتویش نشد جی، یعنی اگر که انتخاب نباشه من جی رو بزنم، جی انتخاب شد. و ببینید حال ما میخوایم که برازی گریدینت بتم هیچ نمیشه. ببینید چرا نمیشه؟ وقتی که فلات کالر داره، حتی اگه ما گریدینت انتخاب کنم، اینو نمیتونم گریدینت برش بدم. تا اینکه که فرضاً نمیگه فلم انتخاب باشه، ما اینو بیایم و از این قسمت وسطی گریدینت انتخاب کنم. وقتی گریدینت انتخاب کنم، دیگه اپلای شد. یک میتونیم از این قسمت فرضاً برش این اپلای کنیم، میتونیم از اینجا برش اپلای کنیم، از هر جایی که خواسته باشیم. خلاصه در هر صورت میتونیم از اینجا برش بدیم، از در هر صورت هم یک نتیجه را میگیریم. خب دوستان عزیز ببینین، گرادینت تول انتخاب کردیم، برازی یک گرادینت دفعتاً برش میدیم که این کار کنه. وقتی که گرادینت تول اکتیو باشه یا سلکت باشه، ببینین ما یک خط دیج داریم، این به نام انانیتور میگن. انانیتور یک خطی هست ببینین که میتونه گرادینت ما رو کنترل کنه. ببینین وقتی ما از بالا و پایین رو کش کنیم، گرادینت از بالا و پایین اومد. ببینین اگه ما از این طرف بیارم شه از راست به چپ رفت، فکس از بالا و پایینم به این شکل میره، از پایین به بالا به این شکل میره. ببینین گرادینت ما رو کنترل میکنه، این به نام انانیتور یاد میشه. اگه شیفت بگیرین صاف میره، اگه که بخواین میتونین که ایره عرقم خواسته باشین ببرین. ما بسیار کارا میتونیم بکنیم. ببینین این یک طول بسیار مهم است.
ما میتونیم از طریق از این رنگ ها را دلیت کنیم، رنگ ها را اضافه کنیم، رنگ ها را تغییر بدیم. فرضا ببینید، من دوباره به شکل راست کش میکنمش اینجا باشم. فرضا ببینید ما رنگ اول داریم زرد، باز رنگ دوم داریم کمک طرف نارنجی رفته، رنگ سوم نارنجی است و رنگ چهارم ما تقریبا سرخ است، رنگ پنجم ما کاملا سرخ است. همین ترتیب به دیجم داریم. ببینید از زرد شروع شده و رفته. ما میخوایم که بعضی از رنگ ها را دلیت کنم. چی میکنم؟ فرضا میتونم برم و این شکل میدونم برام و همون رنگ بگیرم بیارمش پایین. دیدید؟ فقط بگیرنش پایین بیارنش و دوباره کنترل زد میدونم که بیایه. وقت کسر ماوس سرجو برین این انتخاب میشه، از روی کیبورد بتونین دلیت هم بزنین، دلیت میشه. باز ببینیم این انتخاب میکنم، فقط کش میکنم پایین، درگش میکنم پایین، کش میکنم درگ میکنم پایین. فعلا دو دونه رنگ داریم. ببینید اینجا هم دو دونه رنگ داریم، ولی این رنگ ها فعلا مساویانه تقسیم نشدن. اگر شما ببینید این پوینت که در قسمت مرکزی است، این نشان میده که زیاد رنگ سرخ در روی اسکرین است، رنگ زرد کم است. و به این شکل در خود تاب گرادینت ما که ببینید دیجا ما اینو داریم. ما میتونم که اینو بیارم در قسمت وسط. ببینید دیجا میشه که وسط بیاد. خلاصه وقتی که اینو وسط آوردیم رنگ زرد کم بیشتر شد، بیشتر این رقم بود، ما اینو آوردیم در قسمت قرار دادیم، این شد رنگ زرد. ببینین رنگ سرخ ما دایج است و زرد دایج. ما میتونیم که دایی رنگ اینال اضافه کنیم. چه رقم اضافه میکنیم؟ با امی خود گرادینت انتخاب باشه، کرسر ماوس رو ببرین سر لاین، سر زمین انیناتور که ببرین، ببینین یک علامت مثبت در وجه اضافه میشه. خود کرسر است یک علامت مثبت، سرش کلک کنین، امی کلک کردین یک کالر پلات یا یک رنگ برتون اضافه میشه. و نه تنها که خود رنگ اضافه میشه، بلکه اینی سنتر پوینت که بین از این رنگ و از این رنگ است، این هم اضافه میشه. هر مقدار رنگ که ما اینجا داشته باشیم در بینش ما یک دون از اینا داریم. ببینیم میخوایم یک رنگ دیگه هم در اینجا اضافه کنم، بیام در اینجا مثبت علامت مثبت که نشون داد من کلیک کردم و این اضافه شد. میخوایم که هر سه رنگ فرضاً مساویانه دستنس داشته باشه. از اینجا میتونم تغییر بدم، از اینجا هم میتونم تغییر بدم، هیچ فرق نمیکنه. این انیناتور کار ما رو آسان تر ساخته. خب من چی میکنم؟ سر ردیف کلیک میکنم، دوباره کلیک میکنم رنگ ازیر فرضاً میبرم که یک رنگ آبی انتخاب میکنم، یا فرضاً سر ردیف دوباره کلیک میکنم یک رنگ سبز انتخاب میکنم. ببینید کاملا یک گرادینت چند رنگه جور شد. دانستیم که از طریق 4 رنگ گرادینت چند رنگه جور. میتونیم گرادینت ما 2 رنگه باشه، میشه 3 رنگه باشه، حتی میشه 1 رنگ باشه، فرضا تنها آبی باشه، تنتاش فرق کنه یا شیدش فرق کنه. شید و تنت خوب براتون قبلا گفتیم، سچوریشنش فرق کنه. یک آبی این طرف هم آبی، اون طرف هم آبی، ولی یک آبی که یک طرف از کمک دارک باشه، آبی که دیگه طرف از کمک سفید باشه، که بسیار در مورد استفاده داره. خب این بود انیناتور. انیناتور براتون مکمل تشریح کردم. ما چند رقم گرادینت داریم. ببینید امی گرادینت خود فعلا انتخاب میکنیم. خب من انیناتورم دوباره رسم کنم امیجا باشه. ما چند رقم گرادینت داریم. ببینید مثلا در اینجا ما یکی داریم لینیر گرادینت، یعنی به شکل یک لاین کلش تقسیم شده. دیگه داریم رادیال، یعنی به شکل یک شکل دایروی. ببینیم کلیک میکنم سر از این، ببین این شد رادیال. رادیال یعنی که به شکل دایروی همی خود گرادینت ما توزیع شده. ببینید اگه بخوام اینو خرد کلان کنم، من این خود رنگ نباید بگیرم. متوجه باشین اینی اسکوئر که دیگه است رنگ سیاه داره، یک چهارکنجه اول بگیرین، میتونین که اینو تغییر بدین. این همین قسمت، بله خرد کلانش میتونین بکنین. مثلا این رقم یک چیزی میخوایم که داشته باشیم تصویر. اگر بخواین که رنگ ها فرضاً برعکس شود، این رنگ هایی که سرخ است و آبی سیاه است در این قسمت بیاید و رنگ که زرد و سبز است در این قسمت بیرونی بره، چی میتونیم در این قسمت؟ اگر شما بیاین در خود گرادینت پنل که بیاین، در اینجا ما یک آپشن داریم به نام ریورس گرادینت. وقتی کلیک کنین کلش ریورس میشه، فرق نمیکنه اگر شما 4 رنگ داشته باشین یا یک یا 2 رنگ داشته باشین یا هر وقت رنگ داشته باشین. موضوع دیگه ای است که ما میتونیم اوپسیتی هر کدام از این رنگ ها را تغییر بدیم. مثلا ببینید من میایم این رنگ آبی را انتخاب میکنم، میتونم از اینجا انتخاب کنم، از اینجا انتخاب کنم. وقتی انتخاب کنم ببینید دورش یک دایره که سفید اضافه میشه. وقتی انتخابش کنم میتونم بیام اینجا اوپسیتی مثلا 30 بگم.
یعنی تقریبا نزدیک شد به ترانسپرنت. مثلا اگر تصویر دیگه در پشت ازی باشه او تصویر خوب معلوم میشه. این بر از اون وقتا هست که همون رقم استفاده شده. پس میام پلیستیشن پوده میکنم و دیگه میتونیم که لوکیشنش از لحاظ فیصدی تغییر بده. مثلا میگم 70% میگم بالاتر آمد، یعنی از اینجا 0 است تا اینجا 70%. اگر فردا بیایم اینجا بگویم 10% ببینیم 10% دیجا آمد، از 0 تا اینجا 100 است. وقتی بخوایم که بسیار تقسیم مساویانه کنیم که از پیش مشتبه نشه همین رقم میکنیم. مثلا ببینین من این انتخاب میکنم این لوکیشن 0 است، این انتخاب میکنم لوکیشن از این رو میخوایم 25 بگذارم 25. خب 25 رو میخوایم که نشته کنم 25 کنترل A 25%. این رو چند میمونیم؟ این رو میمونیم خب 4 دونه داریم، 4 تا باید چه رقم تقسیم شود؟ نه 33 باید باشه، تقریبا 33 باید باشه، 33. این رو میمونیم مثلا 75. خب دقیق تقسیم نکردیم یا ما 70 سعی بود فکر میکنم 66 66 سعی است و این دیگر هم خودش 100 است. ببینید مساویانه تر تقسیم شد. اگر که پس به لینیر بریم بازم امور رقم است خوب است. خب خلاصا میتونین که تغییرات در قسمت هم بیارین. من اینجا میرم میبینیم که خب آپشن های دیگه نداریم و در بخش گریدینت هم که براتون گفتم ما اینجا میتونیم که حتی زاویه را تغییر بدیم. مثلا میخوایم زاویه 400% باشه، یعنی ببینین چه رقم شد، دایره به این رقم به وجود آمد. یا مثلا میتونیم که 600% باشه، تغییرات داشت بریم میتونیم 40% بانیمش. ببینین میتونین که زاویه ها را تغییر بدین، 10% باشه خب 100% میمانیمش. زاویه ها را میتونیم تغییر بدیم از این قسمت. ببینین از اینجا هم ما میتونیم فرضاً بگیم که چقدر در کدام درجه همی خود انانیتور ما باشه. ببینین 90 درجه، منفی 20 درجه، 30 درجه، هر رقم که بخوایم میتونیم که انانیتور در نمو درجه قرار بدیم. به این شکل اگر که این لینیر هم می بود ما میتونستیم که زاویه شو فرضاً تغییر بدیم، بگیم 60 درجه که فکس بیه. فرضاً اگر ما خود ما امرای ماوسی رو تکان بدیم شاید قدر فکس 100% نبیاد که ما هم ویلیو رو وارد کنیم. خب ببینید دوست عزیز ایرم خواندیم در مورد رادیال هم در مورد لینیر هم خواندیم. یکی دیگه دیگه ما داریم به نام فریدم گریدینت که ایره تاول کار نکنیم. ببینید من کلیک میکنم که چی میشه. ببینید از بعضی رنگ ها یک چیز جور شد که خلاصه این رنگ ها رو ما نداشتیم. من میایم از این قسمت ببینید فعل انتخاب است، من این انتخاب میکنم. خب از اون دوباره خارج شدیم، پس ایره کلیک میکنم اما رنگ های ما کم آمد. اینجا فریدم است، یعنی که به شکل بسیار فری هند اینجا گریدینت ها وجود داره. ببینید امی رقم که این انتخاب است من در قسمت رو ببینید ما داریم پوینتس و لاینز. من لاین انتخاب میکنم، مثلا یک چیز میکشم. خب بس شستم اقا میاییم پس در پوینتس میاییم، پوینت میمانم فرزن یک نقطه واری ماندیم. فردا من میام رنگ ها رو تغییر میدم، رنگ میام از سفید، ببینید سفید انتخاب است، از سفید میام سبز، میام یک کلیک میکنم. خب میبخشید باید سبز انتخاب بکنم، این رقم سبز انتخاب کنم، سفید سبز آمد، دیگه هم سبز آمد. فردا میام این دفعه آبی رو انتخاب میکنم، آبی جا آمد، اینجا آمد. خب ببینید من دوباره میرم در قسمت لاین و از اینجا در لاین رفتیم، انتخاب میکنیم یک خط کش میکنیم، این رو دوباره کلک میکنم سرش یک رنگ سرخ میگیریم. خلاصه سر از این چیزا کار کنین، خودتان پایین بگذارین، یک خلاصه بسیار چیزای مقبول جور میشه از این. من حالا قدر دقت نکردم ولی هر چقدر که بیشتر کار کنین سرش به مو اندازه نتیجه خوبتر میگیرین. خب موابی خوب است، بله به این شکل میتونین که بعضی خلاصه بکگراند ها رو جور کنین، به این شکل استفاده کنین. خب فرض کنین همین گریدینت ساختیم و این بسیار مغلق بود،
میخوایم اینو سیو کنیم. اینو ما نمیتونیم که به شکل عادی سیو کنیم، نمیتونیم ساده بریم فرزند ایره یک سواچ برای جور کنیم. چرا که میتونیم اینو در سواچ میریم در ایجا نیو گریدینت میبخشیم نیو سواچ دیخی آپشنش گل است. ببینید اگه ایجا بریم نیو سواچ کاملا خاموش است. چرا؟ چون یک فری هند است، یعنی ای کاملا آزادانه جور شده، کدام قانون خاص نداشت، از او خاطر یک گریدینت شده نمیتونه. خیلی چیکار میتونیم؟ ببینیم ما میتونیم از یک گروپ جور کنیم، فرضاً گروپ نشون میکنم gradient کلک میکنم. خب تمام این رنگ ها را انتخاب نکرده بودیم، این را باید انتخاب کنیم. اول بود از او میاییم اینجا کلک میکنیم. ببینید تمام رنگ هایی که ما در استفاده کردیم، کل این رنگ ها در اینجا آمد، کل رنگ ها آمد، ولی به شکل gradient نامده، به شکل ساده آمده که باز میتونین شما این رقم سیف کنین. ولی اگر ببینید دوباره در گرادینت میریم، اگر که این یک چیز جور کنیم، یعنی گرادینت ساده باشه، گرادینت باشه که بر اساس قانون ها باشه، کدام چیز فری هند نباشه، اینو میتونین با آسانی رو سیف کنیم. ببینید در سواچ میریم، این دفعه این بتن نیو سواچ بر ما اکتیو است. سر از این کلک میکنیم، نام میمونیم، میگیم نیو گرادینت، اینجا بر ما اضافه شد. ببینید اینجا اضافه شد. خب این ساختن گریدینت بود و سیف کردنش هم نشان دادیم. یک چیز دیگه مانده دوست دارید که میخوایم که گریدینت در استروک برتون نشان بدم، و در آخر هم یک توصیه باز برتون دارم در مورد گریدینت که امیدوارستم بازورم متوجهش باشه. خب من این تصویر پاک میتونم مکمل میرم یک دایره انتخاب میکنم، این دفعه الپس. خب ما میخوایم که فل نداشته باشه، فلش کاملا خواهی فلش انتخاب میکنیم، یه میداریم که فلش از بین بره و استروک داشته باشه. استروک شک 10 پوینت یا 20 پوینت باشه، زیادتر به میره زیادتر میدیم 40 پوینت. خب ببینین حال میخوایم که به استروک ازی ما یک گریدینت استفاده کنیم. چه رقم میکنیم؟ به شکل عادی در اینجا میانه فقط استروک انتخاب میکنیم، از قسمت پایینش گرادینت انتخاب میکنیم. گرادینت به این میایه، دیدین گرادینت ورزی آمد. امره ازی بسیار ما کارا کنم میتونیم، مثلا میبینیم این خب برای روی یک دایره است. فرضاً اگر شما برین در اینجا پن تول بگیرین، امره پن تول مثلا خلاصه یک چیز جور کنین، نظر به کریتیویتی خود شما هست چی جور میکنین. میشه که یعنی امروی از این آپشن که گفتم براتون، میشه که بسیار چیزای خلاقانه دیزاین کنین، میتونین که تکست نوشته کنین امرویش هم این رقم اولا گریدینت بزنین. خلاصه او را فعلا گپ نمیزنیم و فقط خواستم براتون نگاه ایدیا بتوم. دیگه میایم سر خود دایره ای که داریم. عزیزا ببینین در اینجا ما دوباره همو آپشن ها را داریم. تنها تفاوت چیزی ببینید در این قسمت، وقتی که stroke انتخاب شده ما چند آپشن اضافه داریم. ببینید وقتی که خود fill select شده باشه در اینجا این آپشن های ما خاموش است، اما وقتی که ما stroke انتخاب میکنیم در اینجا ببینید ما چندین آپشن داریم. یکی خو اینجا هم ما همی linear رو دایروی رو اینجا هم داریم. ببینید این دایروی است، این linear است. و دیگه ای که در قسمت استروک میبینیم من کلک میکنم سر هر کدام از اینجا تغییرات میاد. خب ببینید هر کدام از اینجا وقتی من تغییر میتم نوعیتش تغییر میکنه. در این قسمت ببینید گرادینت از یک جا شروع شده و فکس در نموج قسمت پس ختم شده. در دیگه ببینید گرادینت از فکر کنید از مرکز شروع شده و اطراف رفته. و اگر ما در این قسمت رادیال هم انتخاب کنیم، رادیال بود بخی دو طرف هم ایستاده شدیم، و اگر لینیر باشه لینیر یک طرف هم میشه. و اگر این قسمت ببینید در این قسمت من پس میم ساده را انتخاب میکنم، باز میرم از اینجا رادیال انتخاب میکنم، باز بخی دیگر رقم میشه. رنگ های زرد و سبز که در این قسمت های وسط هست بخی گم شده از بین رفت، رنگ هایی که در که مانده رنگ های بالایی هستن. پس میرم فرض اینجا این انتخاب میکنم، باز کلا رنگ های دیگر میشه، باز این انتخاب میکنم. سر تمام از یه کار کنین، آزمایش کنین، شیپ های متفاوت بگیرین، استروک ها رو بگیرین و دیزاین کنین. یگان چیزک های بسیار ساده جور کنین. فقط میخوایم که دستتون رو شود استفاده کردن از گریدینت، به خاطر که در پروژه هایی کار میکنیم، در درس هایی که میایه گریدینت بسیار زیاد استفاده میکنیم، به شکل حرفه ای استفاده میکنیم. متوجه باشین عزیزا، گفتم براتون یک توصیه میکنم. توصیه من ای است براتون که گریدینت
یک طول بسیار خوب است، ولی در استفاده کردن از او در مقدار که از او استفاده میکنین بسیار زیاد متوجه باشین. اکثریت کسان رو ما دیدیم در افغانستان که بکگراند ها مکمل گریدینت است، لوحه ها رو گنوشته میکنن مکمل گریدینت است، عکس میگیرن فرزن عکاسخانه عکس یک شخص میگیره در پشترش یک گریدینت بندازه، لوگو ها رو جور میکنن چند رقم گریدینت در لوگو استفاده میکنن که بسیار زیاد انپروفیشنال است. گریدینت باید بسیار به شکل حرفه‌ای استفاده شوه، رنگ ها فرضاً تا که ضرورت نباشه یک رنگ در او اضافه نشه، رنگ ها را به اندازه ضرورت معرفی کنین در گریدینتتان و خلاصا محتاط باشین، متوجه باشین. بسیار کارهای متفاوت هم روی از یک قدم میتونیم، بسیار زیاد کریتیو میتونیم باشیم هم روی از یک که باز در درس های آینده سرش گپ میزنیم. خب عزیزایی بود درس امروز، امیدوارستم که یک چیز از شما مخته باشین. اگر میخواین مرا در سوشل میدیا فالو کنین میتونین برین در فیسبوک اسم تحقیر سرچ کنین، اکانت مرا پیدا کنین و پیج مرا لایک کنین. میتونین برین در اینستاگرام اسم تحقیر سرچ کنین و پیج اینستاگرام مرا فالو کنین. به همین شکل میتونین برین در یوتیوب اسم تحقیر سرچ کنین و چینل یوتیوب مرا سابسکرایب کنین. تشکر بسیار زیاد از اینکه تا این ویدیو را تماشا کردین. اگر کدام نظر، انتقاد یا پیشنهاد دارین از طریق کامنت که در زیر ویدیو است همراه ما به تماس شوین، حتما جواب میدم. وقت خوش میخوایم برتان و خدا حافظ شما.